سوال شماره 71 بچه این سوال یک سوالی هستش از مجموع سوالات نظام قدیم چرا این کار کردم؟ مباحث مشترک با نظام جدید داشتن اونها رو گاهن انتخاب کردم تا شما همچین مزه دهن طراح رو بفهمید چه جوری سوال میده اینجا رو ببین میگه سلول هایی که در تجزیه کربوهیدرات های موجود در مواد غذایی انسان شرکت میکنند چه ویژگی مشترکی دارند خب من چه سلول هایی در تجزیه کربوهیدراتم هم دخیله؟ آمیلاز بزاق سلول ترشح کننده آمیلاز بزاق سلول های کننده آمیلاز پانکراس سلول های پوششی استوانه روده باریک به علت داشتن اون زیماشون که در گوارش نهایی کربوهیدراتا ها نقش داشتن و همچنین سلول های باکتری که در روده بزرگمون زندگی دارن میکنن و سلولوز غذامون رو تبدیل میکنن به گلوکوز ولی خب گلوکوز خودشون مصرف میکنن به ما ولی به حال در گوارشش نقش بچه گزینه یک میگن اندازه بین 10 تا 100 میکرون دارن مخصوص اندازه سلای باکتریایی نظام جدید که باشی میگی من که در مورد اندازه چیزی نخوندم یک میره دو در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دادن این مکان اصلی کجاست بچه ها؟ روده باریک سلای ترشه کننده آمیلاز بزرگ اینجان سلای ترشه کننده آمیلاز پانکراس تو پانکراس یا باکتری هم که در روده بزرگن هن. دو هم کیچی. سه. در صورت لزوم پنج مرحله چرخه سلول رو به انجام میرسانند بچه ها این پنج مرحله چرخه سلولی رو باکتری ها نمیتونن انجام بدن پس این از چرخه قضیه میره کنار و چهار میتوانند بدون دخالت اکسیژن ترکیبات سکرمونی دار بسازند بله ابتدای مرحله تلف و تنفس گلیکولیزه که به اصطلاح کتاب شما بهش میگه قند کافت و طی اون گلوکوز تبدیل میشود به دو تا پیروات سکربونه که در یک مرحله قبل از این پیروات سکربونه من ترکیب سکربونه دو فسفاته رو در چرخه گلیکولیز میبینم فلزا چهار کاملا درست خواهد بود سال شماره هفتاد دو دو میگه که چند مورد نمیتواند جمله زیر را به درستی کامل کند در فرایند قندکاف یا گلیکولیز که در جای خالی حالا الف میگه گلیکولیز یاخته‌های خونیه که فاقد هسته و دارای راکیزه هستن خب خب ما همچین سلول خونی نداریم که هسته نداشته باشه ولی راکیزه داشته باشه ما گلوبله قرمز بالغ رو داریم هستش رو از دست داده میتوکندریش هم از دست داده پس این که رفت دنبال بازیش هیچ به در مجاورت راکیزه های برخی سلول های حاصل از یاخته‌های میلوئیدی انجام می شود تولید ATP در بخش آخر صورت می گیرد خب یاخته میلوئیدی انواع گلوبولهای های حالا گلوبولهای های سفید رو می مثل نوتروفیل بازوفیل اوزینوفیل گلوبوله قرمز و بحث پلاکت نگفته همشون گفته برخیشون خب پس حله مثلا نوتروفیل و اوزینوفیل و بازوفیل حله مونتا اینجا نکته ای که هست اینه بچه ها دقت کنید من توی سفت و ست که اینو درس میدادم با بچه ها گفتم گفتم این رو شکل کتاب نظام قدیمش خیلی بهتره چون قشن مراهر طول ده رو گفته بود یکی اینجا من مصرف آتپه دارم یکی هم اینجا تولید آتپه دارم تو شکل نگفته برای اومده توی متن گفته حواستون باشه این هایی که میخواد کنده بشه اینجا این تبدیل بشه به پیرووات چهار تا آتپه تولید میشه در گلیکولیز که این چهار تا آتپه اولا تولید آتپه را اگه ازت بپرسن در گلیکولیز میگی چهار تا بازده خالصش رو بپرسن میگی دوتا تا چرا دوتا؟ تا؟ چون اینجا دو تا مصرف میشه که فرایند وارد واکنش بشه به صلاح انرژی فارسازی واکنششه اینجا دو تا مصرفی دارم اینجا چهار تا تولیده دارم برایندش میشه چند تا بچه ها دو تا بازده خالصش ازت میپرسن تولید آتپه در محله آخر گلیکولیز چه نوع تولید من در سطح پیش ماده دارم اکسیدش هم دارم تنف... تولید اه... ATP نوری هم دارم که آخرین این که مال کلروپلاست هیچ این دوتا مربوط به میتوکندری میتونه باشه اینجا بچه تولید ATP در سطح پیش ماده است چون فسفات رو روی یک پیش ماده ای داره یه نکته تذکر ریزم بدم این شکل بچه ها اصلاحیه خورده این گلوکوس فسفاته شده قند دو فسفاته خب گلوکوز قند دیگه ما میدونیم این قند دو فسفاته شده ترکیب دو فسفاته حالا بریم گزینه بعدی پس به درست بچیم یاخته های خونی دارای هسته و راکیزه صورت میگیرند خب انواع گلوبول سفید هنگام تولید هر قند دو فسفاته قطعا آتپ مصرف میشود شود اول هر قند این میدونید یعنی چی هر قند دو فسفاته یعنی من بیش از یک قند دو فسفاته دارم ببین گزینه جیم رو من اینطور جواب میدم یک اگر متناسب با این شکل بریم میگیم که آقا غلطه چرا چون هنگامی که این قند دو دف... این قند دو فسفات تولید میشه ATP مصرف میشه ولی موقعی که این قند دو فسفات تولید میشه ATP مصرف نمیشه فسفات های معدنی و آزاد در سلول استفاده میشه تا این ساخته بشه این یه طرف با اصلاحیه بخوام جواب بدم این قند دو فسفاته رو بردارم بکنم ترکیب دو فسفاته من فقط یه جا دو فسفاته دارم فلزا این چون گفته هر قنده دو فسفاته غلط میشه یعنی دو سبکه چیم رو جواب دادم بدون اصلاحیه با اصلاحیه شما باید با اصلاحیه ای جواب بدید چون طراح ها اصلاحیه ها رو ان شاء که مد نظر قرار میدن داد بیشترین یاخت های لنفویدی انجام میگیرد خب آدنوزین در ابتدا تولید و سپس مصرف میگردد ببین نمیخواد ذهنت تو درگیر این کنی که آقا بیشترین یاخت های کیه این ورش اصلا غلطه نه آدنوزین تولید میشه نه مصرف میشه آدنوزین میشه قند ریبوز با باز عالی آدنین ما آدنوزین نه تولید داریم نه دا مصرف تمام شد رفت بیکارش پس دال هم غلط 72 فقط چون به درستم چه گزینه دو جواب درست سوال 72 خواهد بود سوال شماره 73 در همه یهان آوندی هر سلول تمایز یافته ی روپوست برگ قادر به انجام کدام عمل زیر است بچه این سوال یه مقدار بیشتر تست هوشه تا دانستنی های علمیتون ببینید چجوری رد میکنیم بزینه رو همه سلول های رو پوست تمایز یافته هاشون کدومه یکی سلول نگهبان روزنه است یکیش کرکه یکیش شاخته ترشوهیه من این سه مدل از الان به ذهنم میرسم همهشون توانایی فوتوسنتز ندارن تسبیت دیوکسید کربونجب یعنی فوتوسنتز پس یک که میره دو با تولید نوعی ترکیب ثانوی همواره حشرات مزاحم را دور میکنه نه کجا همواره حشرات مزاحم دور میشه ما تو کتاب هم خوندیم دیگه تهش این بود که سلوله روپوسالی کورک و اینا موادی ترشح میشد که حرکت این حشره رو کند میکرد خیلی از حشرات هم میان برگ رو میخورن پس دو هم که چیزه با فعالیت اکسیجنا... باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو میشن اون فقط سلول نگهبان روزن است که اگه روزنه رو ببنده کربون دی اکسید نمیرسه تو روبیسکو میره تو فضای چی؟ فعالیت اکسیژن ازش. پس میشه 4. در مرحله بیوازی تنفس دو تا هاش مثبت تولید میکنن. چه جوری؟ مگه نگفته ان اد هاش بالا و هاش مثبت تولید میشه؟ خب نمیشه گزینه 4. سال 74 میگه چند مورد در ارتباط با همه سلول های بدن یک فرد بالغ درست است که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارد خب من یکی بحث سلول های ماهیچه ایم رو باید مطرح بکنم که گلیکوژن رو تبدیل میکنم به گلوکوز یکی سلول های کبدی مطرح میشه یکی هم بحث گوارش گوشت بخورم گلیکوژنش به اسطلاح هیدرولیز میشه به حالا گلوکوز دیگه خب الف تجزیه گلوکوز رو همواره در سیتوزول شروع میکنن این یعنی تنفس سلولی شروعش با فرایندی به نام گلیکولیز که درون سیتوزول یا سیتوپلاسم انجام میشه محصولش وارد میتوکندری میشه و انتقال فعال چرخه تنفس سلولی راه میفته پس الف درسته ب تنظیم چرخه سلولی آنها در سه زمان اصلی رخ میدن این واسه موقعی که سلول بخواد تقسیم شه سلولهای ازلانی من تقسیم نمیشن بعد تولد در یک فرد بالغ جیم فقط با کمک آنزیم درون در اون سلولی خود فعالیت میکنن آقا من گزینه جیم رو میخوام با تلا بنویسم بکوبم بالای جزوتون چرا؟ بچه ها در گزینه جیم دام آموزشی وجود داره هوش و ذکاوت باید به بدین نگفته فعالیت های گوارشی گفته فعالیت یعنی همه فعالیت های سلول کجا همه فعالیت های سلول به لطف آنزیم های در اون سلولیه؟ پس جیم هم؟ غلط مثلا سلول گوارشیمون آنزیم برون سلولی تولید میکنن سلول کبدمون آنزیم برون سلولی تولید میکنن برای پاکسازی بدن دار گلوکوز را به طور مستقیم از این شابات سرخک ها دریافت میکنن خب این هم غلط اول یک بعد میگفت مویرک نه این شابات سرخک دو ما همیشه گلوکوز رو از ما از به اصطلاح خونمون وارد مایه میان بافتی میشه از مایه میان بافتی وارد سلول میشه دالم میره پس الف فقط درسته 74 گفته چند تاش درسته یه دونش درسته سوال شماره 75 چی میگه؟ میگه چند مورد جمله زیر رو به درستی تکمیل میکنند در گلیکولیز جای خالی فقدان گیرنده های الکترون انعاده مثبت گیرنده الکترون در بحث میتوکندریمون هست و انعاده در بحث کلوروپلاستمون مانع از تولید آتپه میشود میام توی متن کتاب ببینید دوستان کتابتون تو متنش چی میگه؟ میگه در قندکاف مولکول های ATP و NADH تولید میشود آقا ATP رو که من میتونم حد بزنم توش کجا تولید میشه اینجا تولید میشه اینجا مصرف میشه حالا NADH کجا تولید میشه بچه اینجا در اینجا NADH تولید میشه خب NAD مثبت باید باشه که این هاشی تولید بشه این گلیکولیز من تا ته رخ بده که تو مرحله آخرش آتپه تولید بشه پس اگه گیرنده الکترون نباشه این مثبت نباشه اینجا به بعد گلیکولیز خدافزی میکنه انجام نمیشه آتپه در مرحله آخر تولید نخواهد شد ب مولکولای های سکربانی فوسفات دار محتوی انرژی یکسانی دارن با شکل کتاب دو تا فوسفات چی؟ سکربانی فوسفات بیا سه تا کربن یه فسفات سه کربن دو تا فسفات آیا سطح انرژیشون یکسان خیر تعداد فسفات هر چی بیشتر سطح انرژی میره بالاتر پس به غلط الف به غلط جین هر ترکیب دو فسفاته به دو ترکیب سه کربنه فسفات دار تبدیل میشه بعد می می این دو فسفات است میشه سه کربنه فسفات دار این هم دو فسفات است میشه سه کربنه بی فسفات پس غلطه. متن کتاب شکل تو ذهنت باشه این ترکتور میری جلو دال نوعی محصول تولید می شود که می تواند از اناده هاش الکترون دریافت کند دال باید چقدر دوست دارم بچه ها محصول قندکاف چیه پیرووات این اینجا داشته باش بریم ته فصل ببینیم چی داره در تخمیر لاکتیکی پیرووات میاد الکترون اناده هاشو میگیره تبدیل میشه به لاکتات پس آقا دال چی میگه نوعی محصول تولید می شود که می توان از انادهاش الکترون دریافت کنند منظورش پیرواته که کاملا هم درسته الف درسته دال هم درسته 75 گزینه دو به همین زیبایی سال 76 چی میگه از محصولات اولین مرحله تنفس یاخته مولکولی که جای خالی خب ببینیم آقا اولین مرحله تنفس سلولی دوباره اینجاست پیرووات یک محصول اناده هاش دومی محصول ATP سومی محصول واکنش تولید اناده هاش دو تا مثبت برای دو تا هاش مثبت برای دو تا الکترون منفی می شود دو تا هاش و هاش مثبت حواسم به این هست خب میرم گزینه رو میخونم گزینه یک دارای باز عالی است خب ATP اناده هاش و ATP باز عالی دارن با گرفتن الکترون کاهش می یابد نه ATP نه اناده هاش نمیتونن الکترون بگیرن اناده مثبت میتونه الکترون بگیره هاش نمیتونه بگیره گفته محصول گلیکولیز محصول گلیکولیز ناده هاشه خب این که چی؟ دو دارای مونوساکارید است ATP مونوساکارید داره چه قند رو داره ریبوز اناده هاش هم قند ریبوز داره خب با صرف انرژی وارد میتوکندری می میشود ATP وارد میتوکندری نمیشه خدا سه بعد اونی هم می می که تازه با صرف انرژی وارد میتوکندری میشه پی چیزه پیروات که الان توی کتابتون نشون میدم سه میتواند اکسیدیشن کاهش یابد خب در فرآیند تولید استیل کنزیم ها نیز تولید ببین اونی که میتونه اکسایش و کاهش یا بعد یعنی هم الکترون بگیره هم الکترون بده پیروات آتوپیک اصلا در راستای الکترون نقشی نداره ان هاش هاشم فقط میتونه الکترون بده پس نمیتونه الکترون بگیره خب یا پیروات در اینجا بله تبدیل میشه به استیل یه سه او میده اول بعد یه دونه اناده مثبت میشه انا هاش استیل که شد یه کنزیما ها میگه میشه استیل کنزیما خب اینجا هم که پیرووات در تولید استیل کنزیما ها مصرف شد تولید نشد این هم جی هیچی هم غلط من چند تا تو این شکله بگم یک یادت باشه اینجا اول CO2 او آزاد میشه الکترون آزاد به وجود میاد اناده هاش بعدش میاد الکترون رو میگیره اناده مثبت یعنی میاد بعدش الکترون رو میگیریم چه هاش پس اول CO2 او آزاد میشه بعد اناده هاش تولید میشه دومی استیل دو تا کربن داره استیل کوانزیما ها بچه ها این 23 تا کربون داره خود کوانزیما 21 کربون داره نهی بگی این دو کربون است حواست باشه بعد کوانزیم هم که چی همون مواد هستن هم که کمک میکنن با آنزیم ها در انجام فعالیت هاشون خب 76 سم که نشد دیگه 4 دیگه گذنه ای ندیم توسط پروتین های قشه داخلی میتوکندر اکسایش میابد یعنی الکترونش رو دست میده عرضم به که بسیار نکته قشنگی هم پیرووات توسط قشای داخلی یا پروتئین های قشای داخلی میتوکندری اکسایش پیدا میکنه یعنی الکترون از دست میده توی اکسایش پیرو الان دیدیم دیگه شد بنیان استیل هم ان هاش میاد اونجا اونجا هم الکترونشو میده به زنجیره انتقال الکترون و به اصطلاح به قول خودمون الکترونش از دست میده و اکسایش میشه دو تا از محصولا کاملا این ویژگی رو دارن میگه اونایی که توسط پروتئین های قشای داخلی راکیزه اکسایش مییابد ان هاش و پیرووات تغییر قند فسفاته در سیتوپلاس به وجود اومدن قند فسفاته یک مر... یکی از این مراحل گلیکولیز بود دیگه بله کاملا درسته من فقط توضیح بدم به دوستان اینو ممکنه درست متوجه نشن اینجا رو نگاه کنید لطفا اینجا رو میگفتن صفحه شو جابجه کم تا بیان ببین ATP میشه پیروات پیروات میاد داخل میتوکندری توسط ها پروتئین های قشای داخلی اکسایش پیدا میکنه میشه پیروات حالا انعاده هاشم میاد داخل توسط پروتئین قشای داخلی که همون زنجیر انتقال الکترون الکترون شاید دست میده اینا میشه اکسایش بعد دست دادن الکترون میگیم اکسایش به دریافتش میگیم کاهش یا احیا اینا 76 که میشه گزینه 4 تست فوق العاده قشنگی بود بریم سراغ تست 77 قبلش بچه‌ها این شکل رو خیلی جدی بگیرید کل فرآیند تنفس سلولی رو براتون کشیده در سال 77 میگه چند مورد در مورد انسان درست است خب باشه هیستامین با گشاد کردن رگ می تواند باعث افزایش تنفس سلولی ماکروفاژ ها شود عجب آقا هیستامین میزنه رگ رو گشاد میکنه یک هیستامین کی ترشح میشه تو بدن چرا ترشح میشه در موقع التهاب خب در موقع التهاب اگر هیستامین داره ترشح میشه یعنی مثلا عامل بیگانه ای وارد بدن شده بله پس ماکروفاش ها باید بیگانه خاری انجام بدن بله برای بیگانه خاری باید فاگوسید کنن بله برای فاگوسیت میتونیم بگیم فاگوسیت نوعی آندوسیتوزه بله برای اندوسیتوز ATP مصرف می شود بله برای تولید ATP باید تنفس سلولی انجام بده بله پس فاگوسیتوز بیشتر تنفس سلولی بیشتر تولید ATP بیشتر برای تأمین نیاز اندوسیتوز بیشتر حلف الف درسته ب هورمون آدرنالین باعث افزایش قند خون و افزایش تولید استیل کوانزیم ها در ماتریکس می شود خب این داستان که استیل کوانزیم مرحله قبل از چرخه کرپس خب یعنی افزایش تنفس سلولی آدرنالین هم خون نیم قند خون میبره بالا بدن و سلولار در حالت آماده باش نگه میداره در نتیجه متابولیسم می باید ببره بالا در حالت آماده باش مثلا ما عصبانی میشیم تنفس سلولی سلولمون میره بالا در حالت آماده باشن سطح انرژی باید بره بالا پس به هم درسته جیم هورمون تیروکسین که خب سطح سوخت و ساز پایه سلولار داره تعمین میکنه اگر زیادتر تولید بشه با افزایش متابولیسم سلولی میزان تولید CO2 افزایش پیدا میکنه CO2 توی خون توسط تنظیم اندیاز کربونیک با آب قاطی میشه تبدیل میشه به یک اسید هاشتو و سو سه هاشت و سو سه خود به خود تجزیه میشه به یون بی درون پلاسما که کاملا هم گزینه درست توضیح دادم میگه چطور سطح سوخت و ساز میبره بالا سه و بیشتر تولید میشه تو تنفس سلولی سه و درون خون با آب قاطی میشه میشه هاشتو و, سه. هاشت و سه تجزیه میشه میشه بی چون هاش مثبتش میره کنار هموگلوبین در نوع گلوبول قرمز تو دهان برسی کردیم دال میگه پایینم که درست بودی چی دیگه دال انسولین باعث ورود گلوکوز به سلوله کبدی میشد بله سلولای ما وقتی میخوان گلوکوز رو جذب بکنن باید انسولینی باشه که اینا جذب بکنن اگه نباشه میشه مثل دیابت شیرین حالا چه نوع چه نوع دو گلوکوز مثلا تو نوع دو خیلی جالبه انسولین هست گلوکوز هم هست جذب میشه گیرندش کار نمیکنه تو یک انسولین نیست گلوکوز هست بازم جذب نمیشه پس تو انسولین نباشه تو خونمون سلولا نمیتونن گلوکوز جذب کنن خب گلوکوز وارد سلول کبدی میشه دو تا مسیر داره یا گلیکوژن یا تنفس سلولی که در تنفس سلولی واسه تولید ATP میشه کاملا درسته الف به جیم دال درست گفته چند توش درسته گزینه 4 بریم سوال 78 سوال شماره 78 میگه در یک سلول یوکاریوت در مرحله از تنفس سلولی که جای خالی قطعا جای خالی گزینه یک هر جا آتپ مصرف میشه خب گلیکولیز دیگه همه آنزیم های درگیر حاصل بیان ژن های موجود بر روی دنای خطی می ببین دوست عزیز ببین بزرگوار این که میتوکندریه خوندیم بیانه حلقوی داره ریبوزوم پروکاریوتی داره برای خودش تنظیم بین ژن داره آنزیم میسازه ولی کتاب میگه بعضی از آنزیم های مورد نیازشو خودش میسازه بعضی آنزیم مورد نیازشو سلول میزبانش براش میسازه یعنی ژن هسته بیان میشن اماره نمیاد توی سیتوپلاس ترجمه رخ میده آنزیم میاد توی میتوکندری حالا گلیکولیز توی میتوکندری رخ نمیده بیرون رخ میده توی سیتوپلاس به انصافا دیگه همه آنزیم اینو هسته باید زحمت شو بکشه اگه باز اینطور میگفتی، نمیدونم حالا این ساخته هسته ساخته ولی چیزی که بیرون اینتون یه ساخته بریم سراغ گزینه دو میگه دی اکسید کربن ساخته میشود دی اکسید کربن دو جا ساخته میشه یکی تو چرخه کرپس که توی اکسایش پیروات آنزیم های درگیر در چرخه کرپس عمل میکنن نشد دیگه میگم در دو جای پس دو هم هیچ سه میگه هر جا اف ام گوزنارم براتون بیارم میگه هر جا اف اد کاهش مییابد الکترون میگیره ان مثبت با گرفتن الکترون اکسایش می نمیخواد فکر کنی این خود درگیری داره با خودش انعاده با گرفتن الکترون اکسایش نمی کاهش می آود فلزایی چی چا؟ خب پس چی شد؟ یک درسته دو غلط سه غلط چار آتپه در سطح پیش ماده ساخته می شود این خیلی مهمه بچه ها محصول نهای مولکولوس کربون است ببین من یه دونه تولید آتپه اینجا دارم که اکسایش کاهشیه تولید ATP ای که اینجا دارم در سطح پیش ماده است تولید ATP هم که اینجا دارم باز در سطح پیش ماده است یعنی توی چرخه کربس و گلیکولیز تولید ATP هم در سطح پیش ماده است اینجا تولید ATP به روش اکسایش شو کاشی خب 7 چون در دو جا من تولید ATP به روش سطح پیش ماده رو دارم در اینجا محصول سه کربونه نخواهد بود در چرخه کربس. فلزا 7 میشه گزینه یک خب این تست رو برای تأکید رو هم موضوع. میگه تولید مولکول مورد نظر ATP به صورت شکل زیر در سطح پیش ماده است این بچه ها شکل کتاب میگه به اصطلاح ماده عالی اینجا میاد می مثلا رو خودش فسفات داره ADP میاد می اینجا قرار میگیره فسفات رو میکنه این میده بین میشه تولید ATP در سطح پیش ماده میگه جای خالی امکان پذیر جای خالی در قندکاف در ماده زمینی سیتوپلاس امکان پذیر است تولید ATP در سطح پیشماده رخ میده در گلیکولیز در چرخه کرپس در بخش در نمیتوکندری هم تولید آتپه در سطح پیشماده است امکان پذیر است خب پس دو درست یک گفته نیست سه به کمک اکسایش هم نیست این در سطح پیشماده است ما گفتیم سه روش تولید داریم اکسایش کاشی زنجیره انتقال الکترون نوری توی کلروپلاست و به اصطلاح در سطح پیشماده که مثلا تو عضلاتمون رخ میده از استفاده میکنه اونجا توی گلیکولیز و توی چرخیک خب چهارم که خب همینه میگه در محله تولید پیروباد از گلوکوز نیست خب نشد دیگه اینجا هم است پس از هفته دونام فقط میشه یه دو بریم سراغ هشتاد سال شماره یه هشتاد ای وای ای وای شمسی جونی نایمده سه دو یک سوال شماره هشتاد طرح مربوط به قسمت های از فرایند تنفس سلی در میتوکندری است که کاملا زنجیره انتقال الکترون به زیبایی از تمام تر دوستمون نشون داده کدام گزینه در مورد این طرح نادرست است خب دوستان گلم حتما یادتون میاد که در زنجیره انتقال الکترون من 5 تا عضو دارم در قشای داخلی میتوکندری 1 2 3 4 5 سه, سه به گولاخ یک، دو، 3 دو به فسخلی یک، دو که گولاخ ها در واقع نقش پروتئین های سراسری ایفا میکنن و در نقش پمپ پروتون یا هیدروژن با بار مثبت عمل میکنن داستان چیه میگه این آده هاش برای بله هاشی مثبت الکترونش میده به گلاخ اولی دو الکترون میگیره الکترون میده بغلی بغلی بگیر چی رو بگیرم الکترون ها رو بده بغلی بغلی بگیر چی رو بگیرم الکترون ها رو بده بغلی بغلی بگیر اونم همجوری تا تا این آخری خب این الکترون ها دست به دست میشه تا میرسه به اینجا نکته ای بعدی اف ای دی اچ 2 الکترونش میده به عضو دوم که فسخلیه اونم الکترونش دست به دست میده میرسه به آخری خب آخری چیکار میکنه آخری میاد الکترونش میده به اکسیژن اکسیژن تبدیل میشه به اوی دوبار منفی اینا تبدیل میشه به اوی دوبار منفی منتها این اوی دوبار منفی بلا فاصله سرزرب با هیدروژن داخل میتوکندری اینجا فضای داخلیه واکنش میده و آب تولید میکنه اینجا خب یه اتفاقی داره میفته چه اتفاقی؟ تایی این واکنش داره از هیدروژن داخل استفاده میشه نکته بعدی اینا هم میان چیکار میکنن؟ هیدروژن رو از داخل میدن بیرون چرا میگی پمپ آقا چون غلظت هیدروژن اینجا از اینجا بیشتره اینجا کجاست بچه ها؟ این قشای داخلیه فرض کن اینجا هم قشای خارجیه در نتیجه اینجا میشه فضای بین دو قشا اینجا میشه فضای درون ماتریس میتوکندری غلظت هیدروژن در فضای بین دو قشا از ماتریس میتوکندری بیشتره خب شیبه غلظت از اینجا به داخله نکته خیلی مهمینه این عضوای بزرگ زنجیره انتقال الکترون میان برخلاف شیب غلظت با انرژی ATP نه اینجا دیگه ATP رو مصرف نمیکنن با انرژی انتقال الکترون ها هیدروژن رو پمپ میکنن بیرون خب همین جوره هی هیدروژن درون فضای بین دو قشا داره بیشتر میشه خب این طرف در آن سوی میدان یک کمپلکس اینجا قرار گرفته به نام کمپلکس آنزیم ATP ساز دو بخش داره یه بخش پذیرنده پروتون داره یه بخش آنزیم ATP داره فقط یک راه برای ورود این پروتون ها به درون ماتریکس میتوکندری وجود دارد شیب غلزت اون وریه اونم این راست یادت باشه انحصار قدرت میاره اینجا تنها راه ورودیه، انحصاریه پروتون میاد میگه آقا میشه من را بدی بیام تو میگه آره چرا نمیشه فرزندم بفرمایی داخل تا میاد تو میگه آها یه دور اینو بچرخون میگه اه. یعنی چی؟ مار کشتی تو میگه یه دور بچرخون چه کاریه؟ خب میچرخونه همطور که داریم میچرخونه اینا این ای ور هم این شروع میکنه به آتپه سازی این آتپه ساختن در راستای چه بچه ها اکسایش خب این بکنم حالا کنید آقا این بخش از این زنجیره نیست زنجیره انتقال الکترون اینه این جداه نکته بعدی که خیلی مهمه اینه الان ازت یه سوال بپرسم به نظر شما ان هاش دهش منجر به تولید آتپی بیشتر میشه یا اف ای تو؟ دی درود بر شما ان هاش چرا چون ان هاش میده به اولی هاش اولی پمپ میکنه ولی FADH2 نهایتا باعث پمپ کردن این دوتا میشه ببین آقا الکترون اعداده هاش هم باعث میشه این پر کنه چی بگم پر کنه پمپ کنه هم این پمپ کنه هم این پمپ کنه خب در کل هاش مثبت بیشتری رو به نسبت FADH2 که الکترونش در نهایت فقط میتونه باعث بشه که این دوتا هیدروژن رو پمپ کنن تولید میکنه آقا چرا هرچی چی هیدروژن بیشتر اینجا به اصطلاح رد بشه در فضای بین دو قشا. اینجا این آنزیم ATP بیشتری براتون میسازه میریم روی گزینه سوال بیم گزینه سوال لطفا دوستانه خب مرسی خیلی هم عالی بود اومد خب بالاخره اومد هشتا میگه تعریضی مربوط به قسمت های اسفنده تنفس سلی در هست کدوم گزینه نادرسته مولکول A ترکیبی است که ترکیب عالیه آفرین با پروتئین دیگه با گرفتن الکترون ناده هاش درود بر شما امکان ادامه تنفس سلی رو فراهم میکنه بله کاملا درسته میرمیدن دو مولکول C یکم از بولا خواست امکان عبور یون های هیدروژن به بخش خارجی میتوکندری فراهم میکنند بله بخش خارجی دیگه فضای بین دو سه انتقال یون های هیدروژن در جهت شیب قلزت به فضای بین دو ها توسط کانال پروتئینی دی نشد این از فضای بین دو میده به درون ماتریکس میتوکندری سه غلطه چار مولکول بی با انتقال الکترون در زنجیر انتقال الکترون انرژی لازم برای پمپ کردن یون هیدروژن رو به دست می آورد که کاملا درسته. فلز و فقط گزینه است غلطه در 80 بریم 81